اردوگاه پناهجویان در بندر کاله فرانسه محور اصلی گفتگوهای روز سهشنبه انبر راد وزیر کشور بریتانیا با برنار کزنوف همتای فرانسوی خود خواهد بود حدود 9000 پناهجو در اردوگاه کاله اسکان یافتند اکثر این پناهجویان به دنبال مهاجرت به بریتانیا هستند اما بنا به توافقات انجام شده بین پاریس و لندن مقامات بریتانیایی گذرنامه این پناهجویان را در فرانسه کنترل می‌کنند فرانسه هلند رئیس جمهوری فرانسه پیش از رأی بریتانیایی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا در مورد پیامدهای تصمیم مردم بریتانیا در زمین توافقات دو طرف در مورد پناهجویان هشدار داده بود رئیس جمهور فرانسه اظهار داشته بود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تبعاتی به دنبال خواهد داشت تبعاتی که زمینه های زیادی را شامل می شود فرانس اولان به طور خاص به پیامدهای های بر روی موضوع مهاجران اشاره کرده بود تاریخچه پیدایش اردوگاه کاله به سال 2002 و تصمیم نیکولا سارکوزی وزیر کشور وقت فرانسه مبنی بر تعطیلی اردوگاه سانگات برمیگردد این اردوگاه که در سال 1999 توسط سازمان صلیب سرخ ساخته شده بود تنها گنجایش 200 نفر را داشت نیکولا سارکوزی با ورود گسترده پناهجویان کرد ایرانی عراقی و اهل افغانستان و کوزوو به این اردوگاه و به دنبال اعمال فشار از سوی دیوید بلانکت وزیر کشور وقت بریتانیا تصمیم به تعطیلی اردوگاه سانگات گرفت با وجود تعطیلی اردوگاه سانگات وضع دشوار پناهجویان در بندر کاله پایان نیافت در نهایت وزرای کشور بریتانیا و فرانسه در بهمن ماه سال 1381 شمسی به توافق توک دست یافتند بنا به مفاد این توافق نامه و به دلیل عدم عضویت بریتانیا در منطقه شنگن کنترل مرزهای این کشور به جای دوور در بریتانیا در بندر کاله فرانسه انجام خواهد شد به نظر می رسد در سال 2003 میلادی دو طرف احتمال افزایش زیاد شمار پناهجویان را نمیدادند. با گذشت 13 سال از امضای توافق توکه بین فرانسه و بریتانیا بسیاری از سیاستمداران فرانسوی که در میان آنها برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده این کشور نیز به چشم میخورند از این توافق انتقاد می کنند و خواستار کنترل گذرنامه پناهجویان در بندر دوور بریتانیا به جای بندر کاله فرانسه هستند